آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرد، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات می‌یابیم که ایمان بیاریم به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات بشه. میگه و واقع شد که چون تمامی ملوک اموریانی که به آن طرف اردن به سمت مغرب بودند و تمامی ملوک کنعانیانی که به کناره دریا بودند شنیدند که خداوند آب اردن را پیش روی بنی اسرائیل خشکانیده بود، تا ما عبور کردیم، نویسنده میگه، دلهای ایشان گداخته شده و از ترس بنی اسرائیل دیگر جان در ایشان نماند. دنیا میترسه، میگه این کلیسا چی داره؟ چه چیزی در وام خدا هست که در بیرون نیست؟ اون چیزیه که ما باید برای کلیسا امروز دعا کنیم که در کلیسا دست خدا دیده بشه، نه که مردم از ما بترسن، نه 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 نه، تا بفهمن خدای ما خدای علکی نیستش، خدای دروغی نیست، بلکه خدای پرجلال هستش، خدایی که عمل میکنه نه 2000 سال پیش، امروز هم عمل میکنه همچون 2000 سال پیش. همونطور که شاگردان، من میخوام یه آیه نگاه کنم، یه بار اشاره کردم توی درس قبلی، توی فصل قبلی، اعمال رسولان باب 19. سه شنبه اینو عنوان کردن در یک که منظمی کردن. در باب 19 اعمال خیلی جالب میگه. آیه 11. میگه و خداوند از دست پولس معجزات غیر معتاد به ظهور میرسند. میتونی بگی غیر معتاد؟ یعنی معمول نبود. یه چیز غریبی بود. یه چیز عجیبی بودش. به طوری که آیه 12. از بدن او، یعنی بدن پولس رسول، این دستمال ها رو بذارید، من این دستمال ها بذارم اینجا، این دستمال ها رو به بدن او و فوته برده بر مریضان میگذاشتن. هر دستمالی که به بدن این میذاشتن، هر پارچه ای به بدن کسی میذاشتن، امراض از ایشان زایل میشد. بر مریضان میذاشتن، امراض از ایشان زایل میشد و ارواح پلید از ایشان اخراج میشدن. واو! ما هیچ وقت نمی‌خواد تو انجیل دستمال رو عیسی بذارن و هر جا بذارن. یه جا فقط اون رداشون رو خانون میچسبه و شفا جاری میشه. مگه میشه؟ برای برای ناتان! مذهبیون اولین چیزی که میگن همین. اونه که تو کلیسا هم هستن. آدم های مذهبی گرا، شریعت گرا. خداوند گفت کارهای بزرگتر از من میکنه. سایه های اینا شفا میده وقتی در کلام میخونه. و ما امروز احتیاج داریم که مردم اسرارشون رو خداوند ببینه. من قرار بود از ترکیه برم به دبی و مسافرت ما رسیدیم، اومدیم بریم تو ترافیک استانبول، رسیدیم به هواپیما، گفتن که نیم ساعت بیشتر فاصله وقت نیست، در کابین بسته شده. آقا پول بدیم و بریم ما دبی چیکار کنیم؟ نه آقا دیگه نمیتونیم سوار بشیم. این دوست ما خب ترکی بلد بوده، نه از این چیزا ما رو عبور داد و رفتیم، ما خودمون تنها نمیتونیم بریم. برد اونجا رفتیم پیش یه خانمی، بعد خانمه گفتش که تنها کاری که میتونم براتون بکنم پرواز 3 ساعت بعد بریم، 4 ساعت بعد. اون اشکال نداره بده، میمونیم همینجا. گفتن که بعد 75 دلار هم ضرر کنیم. زورش تلفن کردیم گفتن 350 دلار بعد ضرر بدیم. گفتم حالا ببین 75 دلار خیلی خوبه. حالا قرار بودم برم دبی، ولی اشتباها بلیط گرفته بودیم ابوظبی. خانمه گفت حالا بهتون 75 دلار میدم دبی میبرم. گفتم حالا بیا خدا من داره کار میکنه اینجا. میارزه چون با اتوبوس هم بخوای بری باز باید چه پولی بدی دیگه. یا هر کی بیاد بره پول بنزین بده تو شهره. در حال گفتم ببخشید حالا که در صحبت دیدم خانم انگلیسی هم بلد، گفتم میشه برگشتم از دبی برگردم ترکیه؟ گفت آره با 75 دلار. گفتم اینجا خدا کاری داره دیگه، حالا چیه نمیدونم. بعد گفتم میمونیم این برده، گفتم میبریم خونمون 4 ساعت دیگه برات میگردم، چند دونم دیدی فقط بیا و سوار رو برو. گفتم نه بابا میمونیم اینجا. گفت نه 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 بیا چیز کن، بیا به هر حال منزل ما. به هر حال رفتیم خونه برادر، گفتم خب یه دوش میگیرم اقلا چون از صبحش گرفتار بودیم. گفت نه برادر اگه میشه حالا دوش هم شاید بگیری، نه یه همسایه ایرانی داره توی این ساختمون. گفتم همینه، خدا ما رو برگردونده که اینو ببینیم. خصوصا شوهر خیلی خوشتیپ اومدن، هنرمند نقاش که تو نیویورک میخوان گالری بزنن و فلان و بیسار، نشستیم صحبت کردیم. گفتم خدا رو تو چی میخواد؟ چرا این بلیط اینجوری شد؟ چرا با عقب موندی؟ و بعد این آقا صحبت کرد اومدیم سر میز چیزی هم بخوریم،
و در آخر گفتم اجازه میدید برای شما دعا کنم؟ گفت خواهش بکنم. خانم من شهیده بودم که زیاد از مسیحیت خوشش نمیاد. همینجوری که شروع کردم دعا کردن، من اصلا اینو نمیدونم، بگی اسمشو خانم رو یادم، ولی آقای اسمش یادم رفته. دارم دعا میکنم، میگم خانم عزیز، داره روح القدس نشون میده. خداوند میگه که تو دلت برای پدرمادر تنگ شده، من میفهمم اینو، کنار تو هستم. اینا مسیحی نیستم، مخالف خانومه. خانم زد زیر گریه، گفت دقیق داره میگه. این اون چیزیست که ما احتیاج داریم تو کلیسا اتفاق بیفته. به میگن عطای علم، تمیز ارواح، خوشبندش میاد. بلکه ما از خدا میگیریم، خدا حرف میزنه. اون دیگه نمیتونه کتمان کنه خدای شما دروغه. چون من جادو جنبر که نمی کنم اینجا، دارم دعا میکنم. یه چیزی، یه نیروی داره به من حرف میزنه که من اون رو بهش میگم، اون فرد و اون شخصیت رو میگم عیسی مسیح خداونده. و اون شخص نمیتونه به مسیح ایمان نیاره. در نتیجه کلیسا امروز به این آیات و معجزات احتیاج داره. آمین. تا مردم بفهمن که این خدا خدای واقعی است و اون خدا فقط سنگ و چوبی بیش نیستش. آمین. و کلیسا اینجا این کار داره میکنه، میگه ترسیدم. اینا کیه میگه دریا از رودخونه رد شدن، مگه میشه از اونجا کسی رد بشه و سالم بمونه؟ واو، حتما خدا اینا فرق میکنه با خدای ما. ادامه آیاتو بخونیم. و در آن وقت، باب 5 آیه 7 میگه، و در آن وقت خداوند به یوشع گفت کارت ها از سنگ چخماق برای خود بسازد، بساز و بنی اسرائیل را بار دیگر مختون ساز. میدونه که در واقع سیستم ختنه در عهد عتیق از زمان ابراهیم که شروع شد به معنای عهد هستش که شخص با خدا میبنده. خدا رو شکر که امروز ما با خون مسیح عهد میبندیم. و یوشع کارت ها از سنگ چخماق ساخته، بنی اسرائیل را بر تل قلفه ختنه کرد. و سبب ختنه کردن یوشع این بود که تمام ذکوران قوم یعنی تمام مردان جنگی که از مصر بیرون آمدن به سر صحرا در صحرا مردن. پس خداوند عبارت که داریم که پیمان دوباره ببرن، اونا نسل قبلی مردن دیگه وارد سرزمین، حالا اینا هم باید با من عهد ببندن. برای اینکه ما عهد ربانی میگیریم، عهد با خداوند تکرار میکنه، برای اینکه در حضور خدا میریم، میگیم خداوند، در دعا میریم، میگیم خداوند من مال تو هستم. باز دقت کنید اینجا، قوم داره اطاعت میکنه. باز دوباره کلید کجاست؟ اطاعت هستش. آیه 5، اما آیه 2 بود که من خوندم، آیه 5 هستش. اما تمامی قوم که بیرون آمدن مختون بودن، و تمامی قوم که در صحرا بعد از بیرون آمدن ایشان از مصر به سر راه مولود شدن مختون نگشتن، زیرا بنی اسرائیل 40 سال در بیابان راه می‌رفتن با تمامی آن طایفه، یعنی آن مردان جنگی که از مصر بیرون آمده بودن، تمام شدن زمان رو که آواز خداوند رو نشنیدن. و خداوند به ایشان قسم خورده گفت شما رو نمیگذارم که آن زمین را ببینید که خداوند برای پدران ایشان قسم خورده بود که آن را به ما بدهد، زمینی که به شیر و شهد جاری است. چقدر این زمین واقعا مبارکه، هنوز هم هستش. و اما پسران ایشان که در جای آنها برخیزانده بود، یوشع ایشان را مختون ساخت، زیرا نامختون بودند، چون که ایشان در راه ختنه نکرده بودند. یک نکته ظریفی در آیات بودش، و اون نکته ظریف چی هستش؟ وقتی ما اطاعتی میکنیم، برکت رو دریافت میکنیم. خدا در طی قرون مختلف، در طول تاریخ، در کلیسای خودش، در قوم خودش همیشه خواسته برکت رو بده. شما وقتی زندگی ابراهیم رو بررسی میکنید، از باب 12 پیدایش، باب 19، باب 17، همینجوری میرید جلو، خدا مدام به ابراهیم، به اسحاق، به یعقوب میگه من شما را برکت میدم، میخوام برکت بدم. برای همه که قوم وقتی دعا میگن میگن خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، یعنی چی؟ یعنی خدای برکت، خدای برکت. ولی چیزی که باعث میشه ما برکت نگیریم اطاعتی، نااطاعتی هستش. الان یکی از سوده که خانم چقدر زیبا بود، گفت من همه را میبخشم. چرا باید ببخشم؟ برای که نبخشم برکت تو زندگی من وارد نمیشه. اگر من کلام خدا رو موعظه نمیکنم، بشارت نمیدم، سید جانها نمیکنم، برکت نمیگیرم. چرا؟ چون بزرگترین فرمان اعظم عیسی مسیح که برید قوم‌ها رو بزنن تعمیر بدید، تعلیم بدید، بشارت بدید، و من دارم عمدن نااطاعتی میکنم. وقتی من دهیت نمیدم، نمیگم خدا برکت نمیده به خاطر اینها، چون برکت خدا همیشه هست. ما خودمون برای خودمون مانع درست میکنیم، ما خودمون مانع درست میکنیم وقتی او رو اطاعت نمیکنیم. فراموش نکنید ما باید در جای چیزی بگیم ده فرمان زایل نشده، ده فرمان ابدی هستش. وظیفه ایماندار برای دریافت برکت، باب 3 گفتم، من دوباره میگم، 1 تقدیس کردن خودشه، 2 حضور خدا باش بودن، اطاعت هستش. وقتی ما این کار رو میکنیم برکت میاد، میریزه در ما. وقتی من زندگیم در خونم بازه برای خداوند،
برای ایماندارا، خدمتشو میکنم، پاشونو میشورم، چای بهشون میدم، فرصت میدم دعا بکنن. وقتی من میرم از ماشینم استفاده میکنم، انجیل موعظه میکنم. وقتی من میرم در سینما، در هر جا میرم، برای خداوند، برای ازدواجم برای خداونده، برای بچه دار شدنم برای خداونده، طبیعتا برکت میادش. البته هر چیز برای نفع شخصی است، فقط برای اینکه من یه جای برسم انتظار برکت نشه باشه. و در این مملکت خیلی از مردم شیوه زندگیشونه فقط من. فراموش میکنه که ما کجا هستیم. فراموش نکنه ما یکی از بهترین کشورهای دنیا داریم زندگی میکنه. یه نفر با ایمان شما کاری نداره. آزادی هست. فعلا هست. شما فراموش نکنید توی این مملکت شما میتونید انجیل تو خیابون موعظه کنید که به کسی آسیبی نمیرسونه. خیلی چیزهای خوب رو ما نمیبینیم، بسیار چیزهای منفی رو تو زندگیمون میبینیم توی مملکت. آرام اونجوری شد، آرام اونجوری شد، مال ما اونجوری شد. به جای که بیایم شکرگزار باشیم که خدا رو سپاسگزارم، من رو وارد سرزمین شیر و شهد کردی، تو میخوای ما رو برکت بدی، تو برکت داده ای که ما آمدیم اینجا. بچه ما داره بهترین مدرسه آمریکا داره درس میخونه، در آینده میتونه به جای خوب برسه، هدفدار برسه. تفنگ باید سرش نیست که تو بعد از سن 9 سالگی نماز بخونه، بعد بره بسیجی بشی، بعد بره جبهه، بره تروریست بشی. اینا برکت رو دیگه. پس اینا چیه؟ اینا رو مردم حاضرن 20,000 دلار 20,000 دلار بدن از ایران فرار کنن به این چیزا برسن. ما داریم توش زندگی میکنیم. من دارم چشمامو رو میخوام بیاندازیم به اون چیزی که خدا داده گاهی وقت ما نمیبینیم. برکت داده. هللویا. شکر. خیلی چیزای بیشتر میخوان. چرا؟ چون کشور مصرفی است. همه میخوان بهتر بشه. این ماشین خوب نیست، حالا تویوتا، حالا بریم بی ام دبلیو بخریم. بی ام دبلیو خوب نیست، حالا بریم چی بخریم. میدونی؟ خودم بی ام دبلیو هستم. ولی شکرگزار باشیم واقعا. میگه اینها اومدن اطاعت کردن، خطنه کردن. همین آقا ما دیگه وارد سرزمین موعود شدیم. دیگه از پل عبور کرد، پس دیگه لازم نداره. آیت بعدی رو بخونید چقدر جالب‌تر. میگه و واقع شد که چون از ختنه کردن تمام قوم فارغ شدن، در جاهای خود در لشکرگاه ماندن تا شفا یافتن. و خداوند، این لشکرگاه همون کلیساست، ماندن در کلیسا، ماندن در حضور خدا هستش. و خداوند به یوشع گفت امر امروز آر مصر رو از روی شما غلطانیدم. هللویا. آر گناه رو مسی از ما برداشته، ما را نجات داده. دیگه من مال شیطان نیستم، آر گناه رو من نیست، نور مسیح بر من. آمین. صلیب مسیح باعث شد که ما آرمون برداشته بشه. از این سبب نام آن مکان تا امروز جلجال خوانده می شود. هللویا. چون خدا را اطاعت کردن، خداوند آنها را بخشید، برکت داد. چقدر عالیه. اطاعت برکت میاره. آیه 10. و بنی اسرائیل در جلجال اردو زدن و عید فسح را شب در شب روز 4 در شب روز 14 ماه در صحرای اریها نگاه داشتند. و در فردای بعد از پسر در همان روز از حاصل کهنه زمین نازک‌های فطیر و خوشه‌های برشته شده خوردن، که همون عید فسح هستش به عبارتی، که نان می‌خورن و مراسمی که داره. اگه ندیدید تو برنامه‌های تلویزیونی ما یک برنامه رو با بلدارش مفصل رسم و رسوم نشون دادیم. نمیدونم قلب گاف هست و نمیدونم چیز هست، پیازچه هست و خیلی مراسم جالبه. اینا اونجا قشنگ روی میز گذاشت، توضیح دادش توی آرشیو برنامه من هست. و در فردای آن روز، روزی که از حاصل زمین خوردن، منه موقوف شد و بنی اسرائیل دیگه من نداشتن، یا منه نداشتن، و در آن سال از محصول زمین کنعان میخوردن. هللویا. از یک چیز موقتی نجات پیدا کردن، وارد یک چیز شدن، یک چیز دائمی. یادتون باشه اجداد اینا تو بیابان سرگردان بودن. یه لعنت سرگردانی، لعنته، بلا تکلیفی لعنته. وقتی نمیدونی چی کار میکنی، زندگیت برای چی هست، تو لعنت هستی، تو زمین خدا نیستی. ولی حالا وارد چی میشن؟ وارد فیض میشن. اون منه در واقع به طور سمبولیک اشاره به چی میکنه؟ به شریعت میکنه. اجداد ما در عهد عتیق، قوم خدا در چی بودن؟ زیر شریعت بودن. حالا دیگه وارد چی میشن؟ کنعان شدن. سرزمین کنعان محصولش چیه؟ فیض هستش. هللویا. من دیگه لازم نیست شریعتی باشم، میتونم با فیض خدا قدم برم. هر چی که هستم فیض خدا هستش، هر جا که میرم فیض خدا هستش، چون وارد سرزمین برکت شدم. ما قبلا زیر لعنت بودیم، زیر آر بودیم، زیر ننگ بودیم، زیر بردگی بودیم.
حالا آمدیم وارد سرزمین کنعان شدیم، سرزمین برکت، جایی که حضور زنده خدا هست. چقدر زیباست، چقدر زیباست. اصلا صحبت سر مذهب نیست، صحبت سر تغییر زندگی هستش. یک سرنوشت، این نقطه عطفی که برای ما ابدیت رو برمقام میاره. اما این چند تا آیه آخری که میخوام بخونم بسیار عالیه. من اسمش گذاشتم درس اتحاد و اتحاد. خود اینجا کتاب فارسی نوشته نابودی اریها، که البته باب 6 ما نابودی اریها رو میبینیم. آیه 13 میگه و واقع شد چون یوشع از اریها بود که چشمان خود را بالا انداخته دید که اینک مردی با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود و یوشع از وی آمده او را گفت آیا تو از ما هستی یا از دشمن ما؟ گفت نه، بلکه من سردار لشکر خداوند هستم که الان آمدم. پس یوشع روی زمین افتاده سجده کرد و به وی گفت آقای به بنده خود چه میگوید؟ سردار لشکر خداوند به یوشع گفت که نعلین خود را از پای بیرون کن، زیرا جایی که تو ایستاده مقدس است. و یوشع چه میکرد؟ چقدر زیباست. همین چند تا آیه برای من کل رو میشه 2 ساعت صحبت کنم. این مرد کی بود؟ عیسی مسیح خداوند، سردار لشکر آسمانی. قبل از اینکه جسد بپوشه به میان ما بیاد مثل یک فرزند، مثل یک یهودی، در عهد عتیق جلال خودش آشکار میکنه. او گفت از قبل از که ابراهیم به دنیا بیاد من هستم، نگفت بودم، هستم، اسم او هستم. همونی که در بوته آتش خودش آشکار کرد بر موسی، اون هستمه، عیساست. من هم یهودی رو خواستم سنگسارش کنم، گفت داره میگه تو کی هستی؟ تو خدایی؟ بله، عیسی مسیح خداوند هستش. اما برای اینکه ما بتونیم سردار لشکر رو ببینیم، برای اینکه بتونیم عیسی مسیح رو ملاقات کنیم، چی کار باید انجام بده؟ این چند تایی با ما صحبت میکنه. آیه 13 خیلی قشنگ میگه بسیار از آقا ما صدای خدا رو نمیشنویم یا اراده خدا رو نمیدونیم. میدونید چرا؟ چون چشمامون رو زمینه. وقتی یوشع چشمان خود رو بالا میندازه، مثل مزمور 123 که میگه به سوی تو چشمان خود رو برمی‌آفرازم، مثل چشمان غلامان به سوی آقای خود، مثل کنیزان به سوی خاطر خویش، اون موقع میتونی عیسی رو ببینی، اون موقع میتونی صدای خدا رو بشنوی. مسیح چی گفت در انجیل یوحنا باب 10؟ گفت گوسفندان من آواز مرا میشنوند. و اینجا یوشع چون مرد خداست، چون یاد گرفته در خیمه اجتماع دعا کنه، چون زیر دست موسی بزرگ شده، چون با خدا قدم زده، میتونه مرد خدا رو ببینه، میتونه سردار لشکر آسمانه ببینه. مردی که با کلام خدا شمشیر برهنه ایستاده. هللویا. این شمشیر برهنه کلام خداست، وعده های خدا هست که عیسی مسیح ایستاده. اگر شما مکاشفه باب اول ببینید، میگه سر هفت کلیسا در دست منه. همون شمشیر دست مسیح است. تمامی قدرت کلیسا در دست مسیح هستش. با در دست خدا بر هسته. تا وقتی که دست او هسته هیچ آسیبی به ما نمیرسه. وقتی از دست او میاد بیرون، اون موقع است که دشمن میتونه ما حمله کنه. خیلی مهمه که با اون قدم بزنیم. یوشع چشمان خود رو بالا می‌ندازه، یک عیسی مصلوب رو نمی‌بینه، یک مسیح عاجز رو نمی‌بینه، بلکه مسیح رو می‌بینه، مردی رو می‌بینه که با شمشیر برهنه در دست خود پیش وی ایستاده بود. از کجا می‌فهمیم عیسی مسیحه؟ از کجا می‌فهمیم که سردار لشکر آسمانی خداونده؟ اول عیسی مسیح میگه من سردار لشکر خدا، دست راست خدای پدر، همون قدرت بازویی خدا که عمل میکنه امروزم. از اونجایی که یوشع سجده میکنه، اون را ستایش میکنه. چنان ملاقات خدا با یوشع عظیمه که یوشع نمیتونه وایسه دیگه. نمیدونم شما همچین تجربه داشتی؟ من داشتم. توی این 29 سالی که مسیح هستم، شده زمانه که دیگه نتونستم بشینم یا بایستم، افتادم به رو و شروع کردم اون رو پرستش کردم. یک بار در باغ کرج این اتفاق افتاد. چنان عظیم بود حضور خدا که نمیتونست دیگه مثل دفعه قبل باشه. ولی اونجا خدا منو ملاقات کرد. برای اولین بار. بعد از ایمانم. سالا پیش وقت جوان بودم. مجرد بودم. هر روزم جوان بودم. به روح داده. گفت آقایم به بنده خود چه میگوید؟ من میخوام شما این سوال از عیسی مسیح بکنید تو زندگیتون. ایماندار هستیم. هللویا. وارد ملکوت میشیم. هللویا. ولی از خدا من پرسیدی که تو از من چه میخواهی؟ یا فقط میخوایم یه عضوی باشیم به کلیسا بیاییم و بریم، بیاییم و بریم، هدایه هم بدیم، ده یک هم بدیم، برادر این صندلی رو هم جمع کن، چشم میکنم، خواهر این کار رو کن، چشم میکنم. این خوبه، برای کافی نیست. هر ایمانداری باید یک برو در یک برو از زمان از آقای خودش عیسی مسیح پرسد، میگه آقایم به بنده خود چه میگوید؟ یا تو میده که دیگر میکاره کرد؟ اشعیا باب 6
خداوند چیکار میخوای بکنم؟ لبیک، من هستم. زمان خدا میتونه از یوشع استفاده کنه، از من و شما استفاده کنه که بهم میگی تو از من چه میخوای؟ میدونی مشکل کجاست؟ خیلی از وقتا ما میخوایم بر روی کاری بکنیم. مثلا میشه کمکت کنم، آپیر شدی یا عصا داری، تیچش رو کمک کنی. مثلا ما یک کاری بکنیم خداوند جواب میده. یک حرکتی انجام بدیم بلکه مسیر بلند کرده بشه. احتیاج داره خداوند. همین الان میتونه جلال خودشو با ابر اینجا رو پر بسازه. و کرده خداوند از این کارا. هر شادت زیادی هست. چنان حضور من دارم برای این برادر دعا میکنم، برای خواهر دعا میکنم. فیلمو دیدید شما پریشان. دارم به زبان ها ترجمه میکنم. یه خواهر اینجا زانو میزنه شروع میکنه جیغ و فریاد. خداوندا شکرت میکنم. تو اینجا هستی. از اون ور یکی فریاد میزنه میگه من سیگاری هم توبه میکنم. به این میگن جلال خدا. اینو میگن حضور خدا. کیست که تواند در حضورش بیستد؟ اما چطور خدا میتونه اینجوری خودش رو جواب بده؟ وقتی ما میگیم آهای بنده از بنده خود چه میخوای؟ من در خدمتم، من حاضرم. کجا میخوای خدمت کنم؟ تو چه جایی میخوای در تو بدرخشم؟ خداوند با ما سخن میگه. یوشع چرا مرد خداست؟ چون تشنه شنیدن صدای مردم. امروز تصمیم میگیرم بدون اینکه صدای خدا رو بشنوم. امروز یه عزیزی میگه نمیدونم من برم چیز شیکاگو یا برم تگزاس یا بیام لس آنجلس. این از خدا نیست. آخه اون میگه تو شیکاگو این چیزای خوب هست، اون میگه توی تگزاس خونه ارزونه، اون یکی میگه تو لس آنجلس اینجوری هست. اکسیوز می، خدا چی میخواد از تو؟ معذرت میخوام، همه اینا رو شنیدی بعد گیجم شدی نمیدونم کجا برم. خب آف کورس البته گیج میشی، برای که صدای خدا رو نمیشنوی. مردم خیلی راحت عوض میکنن، از این خونه به اون خونه، از این کار به اون کار، از این شهر به اون شهر، از این ازدواج به اون، بدون که بگم خداوند تو از من چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ من این روزو یاد گرفتم هر کی با من حرف میزنه میگه میخوام چیکار، میگم دعا کن خدا چی برات میخواد. اگه خدا میخواد این کارو بکنه انجام شده. من خوشم نمیاد، من شاید لذت نبرم، مهم نیست، مهم اینه که خدا به تو بگه این کارو بکن. اینجاست که ما چوب میخوریم، اینجاست که زیر بار و فشار و درد قرار میگیریم، چون یاد نگرفتیم که یاد بگیریم که مسیح میفرماید گوسفندان من آواز مرا میشنوند. حالا بریم این کلیسا چون موسیقیش بهتره. من خیلی زیاد میبینم ها درنگ و دلنگ و بشکن بالا دارن. خب کاش که واقعا ما هم داشتیم، چون من عاشق پرستش هستم. اونی که من میشناسید میدونید من اینجوری میرقصم در حضور خدا، اصلا مشکلی ندارم با پرستش، ولی واقعا چون پرستش اونجا بهتره من برم. من میشنوام کلیسای آمریکایی بچه های ما میرن، دوستای ایرانی ما نمیدونم، من برم اینجا چون معلمش بهتره. اوکی مشکلی ندارم، ولی آیا اصلا خدا میگه برو؟ آقای الاتان میگه برم اورنج کانتی چرا؟ چون آب و هواش بهتره، مدرسه هاش بهتره، نمیدونم مردمش مهربونتر. آمین که هستن. ولی خدا میگه برو؟ یا خدا به الاتان میگه پاشو برو تگزاس، میگه پاشو برو ترکیه خدمت، میگه برو افغانستان خدمت کن. اگر ما یاد بگیریم اون چیزی که به این جوان اصلی گفتم، به شما رو خواهم در میون بذارم و عیزه که دارم میشنوم، اگر ما یاد بگیریم بگیم خداوند من میخوام در مرکز اراده تو باشم، نه یه قدم از تو جلو بزنم یه قدم عقب بمونم، مطمئن باشید اونجا بهترین زمان زندگی شماست، شیرین ترین جای زندگی شما. شاید اورنج کانتی برای شما نباشه، شاید نمیدونم نیویورک نباشه، یه جایی باشه بدتر یا بالاتر، ولی چون در وسط اراده خدا هستی پیسفول صلح‌آمیزترین مکان امنی که در حضور خدا هستی. چرا؟ چون صدای خدا رو شنیدی. خدا رو شکر برای این موعظه و از کلام خدا شنیدیم. پس اگر موضوعی هست، درخواست دعایی هست، حتما با ما تماس بگیرید، ایمیل کنید، تلفن بزنید، پایین صفحتون هستش و ما جواب میدیم و برای تک تک شما عزیزان دعا میکنیم. خدا برکتتون بده.